أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب أنفسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بقية الله في العظيم روحي له الفداء وأرواح العالمين. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم: ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين وما خلقناهما إلا بالحق. عباد الله، أوصیکم و نفسی به تقوی الله. هم خود و همه نمازگزاران مؤمن و خواهران مؤمنه را در آغاز خطبه اول به تقوی و پروای الهی فرا می‌خوانم و امیدوارم که خدای متعال در سایه دین و تقوا سعادت و سلامتی دنیوی و اخروی را نصیب همه ما و شما بگرداند. در منطق دین و در فرهنگ نماز جمعه، تقوا و احساس حضور در محضر خدا جزو آموزه های اصلی و اساسی آموزه های دین هست، زیرا تقوا انسان را با انگیزه درونی در مسیر سعادت و کمال خواهی و کمال جویی قرار می دهد. در خطبه اول با توجه به آموزه های دینی، مسئله ای را که می خواهیم مطرح بکنیم یک مسئله معرفتی و معنوی هست، تحت عنوان زندگی، فرصت ها و عبرت ها. و در خطبه دوم هم مناسبت های داخلی و منطقه‌ای را انشاءالله کوشش خواهیم داد به توکل خدای متعال. و اما خطبه اول تحت عنوان زندگی، فرصت ها و عبرت ها. در آموزه های دینی استفاده کردن از فرصت ها و توجه به عبرت ها بسیار تأکید شده است که اگر کسی از این دو گزینه درست استفاده کند، هم از فرصت های زندگی و هم نسبت به عبرت های زندگی توجه داشته باشد، حتماً ضریب خطا و اشتباه او در گزینش های زندگی پایین خواهد آمد. اما قبل از پرداختن به تبیین این دو مسئله اساسی، به این نکته باید توجه کنیم که اساساً زندگی در منطق دینی یک حقیقتی هدفدار و هدفمند و یک پدیده حکمت‌آمیز و حکمت‌آموز است. اگر ما زندگی را حکمت‌آمیز شناختیم و یک پدیده هدفدار و هدفمند تلقی کردیم، اون وقت برنامه‌های ما برای استفاده از این زندگی هدفدار و هدفمند قطعاً برنامه‌های مثبت و سازنده و ارزشمند خواهد بود.
ولی اگر خدای نخواسته زندگی در یک در نگاه یک کسی اساساً معنای نداشته باشد یا بر اساس تفکرات مادی زندگی را خلاصه کنیم در این آدم ماده و در این جنب و جوش مادی که آغازش را یک تصادف تشکیل می دهد و پایانش را هم نابودی تشکیل می دهد، اگر کسی چنین تصویری و چنین تفسیری از زندگی داشته باشد قطعاً برای او برنامه‌هایش هم بر مدار لذت و ثروت و قدرت و جرم و احیاناً جنایت‌های که تأمین کننده لذت‌ها و شهرت‌ها و قدرت و ثروتش باشد دور خواهد زد. و اساساً اساسی ترین تفاوت تفکر دینی و اسلامی و توحیدی با تفکرات مادی در همین نکته خوابیده است. کسانی که از انبیا و خدا و توحیدگرایی بریدن و بر اساس پندارهای مادی زندگی میکنن در تفسیر معنای زندگی و اهداف زندگی و حکمتهای زندگی عاجز ماندن و لذا سر زدن به بیابانهای بنام ثروت و قدرت و شهوت و شهرت و امثال این برنامه ها. و اگر شما در دنیای غرب و تفکرات ماتریالیستی غرب تمامی برنامه ها را با رنگ و لعاب حیوانی و لذت‌های نامشروع هم را می‌بینید، دلیل و فلسفه اصلیش این است که در تفکر غربی حقیقت زندگی یک حقیقت پوچ و بی‌معنایی است که انسان بر اسب تصادف در این عالم آمده و برای لذت بردن از پدیده‌های مادی همه برنامه‌هایشان را متمرکز می‌کنند. اما در تفکر الهی و در تفکر توحیدی زندگی چون پدیده خدای حکیم علیم است، در سراسر زندگی حکمت‌ها پیداست. کافیست انسان نگاه توحیدی به عالم داشته باشد، از ذرات عالم گرفته تا آسمانها و کرات و پدیده های طبیعی همه حکایتگری حکمت و هدف و هدفمندی در دل پدیده های زندگی است. قرآن این که زندگی یک حقیقت حکمت‌آمیز است و هدفدار است و هدفمند است و انسان باید در مسیر و در واقع همسو و هماهنگ با فلسفه آفرینش گام بردارد، در سوره مبارکه دخان این آیه را می فرماید: ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما لاعبین. خدا می فرماید من آسمان و زمین را لعب و به اصطلاح بیهوده نیافریدم. اینها بیهوده نیست. نکته دیگرش اینه: و ما خلقناهما الا بالحق. این نظام آفرینش بر مدار حق آفریده شده و حق مطلق خداست. پس تفسیر درست زندگی این است که همه برنامه های زندگی باید در مسیر حق شناسی و حق باوری و حق گرایی قرار بگیرد تا انسان به عنوان یکی از موجودات حاضر در این عالم هستی همسو و همگام و هماهنگ با فلسفه زندگی حرکت بکند. ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما لاعبین. از این پندارها نداشته باشید که آفرینش آسمان و زمین یک به اصطلاح پدیده لحو و لعب و بی هدفی است.
و ما خلقناهما الا بالحق، هرگز این زمین و آسمان را نیافریدیم مگر بر مدار حق و حقیقت. بعد می فرماید ولکن اکثرهم لا یعلمون. مشکل این است که اکثریت بشر این که آسمان و زمین بر مدار حکمت و حق و حقیقت آفریده شده نمی دانند. چرا نمی دانند؟ چون به دنبال انبیا و به دنبال پیام های الهی و وحیانی نرفتند و افکار و اندیشه و فرهنگ اجتماعی و ملی و به اصطلاح مردمیشان را بر مدار وحی تعریف نکردن، و لذا در تفسیر زندگی و حقیقت زندگی عاجز ماندن. پس از این که مشخص شد که پس زندگی یک حقیقت حکمت آمیز و حکمت آموز است، باید ببینیم که ما چگونه می توانیم از این حقیقت برای سعادت و سلامتی دنیا و آخرت خود استفاده کنیم. عرض کردم روی دو گزینه در آموزه های دینی به شدت تکیه شده است. یک بحث فرصت هاست. اون چی که از نعمت های الهی و بسترهای معنوی و معنایی در اختیار ما قرار داده شده، در حقیقت فرصت کمال خواهی و کمال جویی برای انسان است. زندگی، جوانی، عمر، انبیا، اولیا، قرآن مجید، مسجدها، مدرسه‌ها، همه اینها فرصتی است برای یک انسان مسلمان موحد که تا بتواند با استفاده از این فرصتها مسیر درست زندگی کردن را انتخاب کند و در این مسیر آگاهانه و عالمانه و متعهدانه 60 سال، 70 سال، 80 سال قدم بردارد. خود همین نماز جمعه به دلائل معنوی و معرفتی و معنایی که دارد یکی از بسترهاست، یکی از فرصتهاست. چقدر این پیامبر حکیم این برنامه را دقیق چیده است که هر روز جمعه مسلمانان گرد هم جمع شود و بر خطیب گفته است که هم معارف دینی را بازگو بکند و هم به اصطلاح رخدادها و پدیده‌های اجتماعی و سیاسی را بررسی کند تا جامعه اسلامی در نماز جمعه هم به آگاهی دینی برسد، هم به آگاهی اجتماعی و سیاسی برسد. ولذا ما داریم که فسعوا الی ذکر الله، خود بیدار شدن و بیدار بودن و آگاه شدن از مسائل و وظیفه ها و رسالت ها و مسئولیت ها بخشی از پیام ها و درس های ارزشمند و ماندگار نماز جمعه است. اگر کسی از جوانیش، از عمرش، از فرهنگ اصیل دینیش درست استفاده کرد، در حقیقت از فرصتها درست استفاده کرده و فرصت شناسی و فرصت یابی هم به لحاظ دینی هم به لحاظ تجربه های اجتماعی امروز مسئله روز هست. هر کشوری و هر ملتی و هر نظام سیاسی که بتواند فرصتها را درست بشناسد و از آن برای ایجاد توسعه و تحول اجتماعی و سیاسی و فکری و فرهنگی و اقتصادی استفاده بکند، اون ملت و اون نظام سیاسی برنده خواهد بود. و اما هر ملتی که فرصت سوزی بکند و فرصتها را نشناسد و هر انسانی و هر جامعه‌ای و هر خانواده‌ای و هر پیر و جوانی
اگر فرصت را نشناسد و یا از فرصتها استفاده نکند، سرانجامش پشیمانی و غم و غصه خواهد بود. مولا الموحدین، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه الصلاه و السلام می فرماید: انتهزوا فرص الخیر، فرصت های خیر و خوبی ها را غنیمت شمارید. فانها تمر مر الصحاب، به خاطر که فرصت ها گاهی هست و گاهی نیست و مانند ابر سیار در حال حرکت است. حقیقت زندگی هم همین است. ما چند سباهی بیشتر از نعمت جوانی برخوردار نیستیم، 60-70 سال بیشتر از عمر برخوردار نیستیم. از این فرصتهای زودگذر برای تأمین سعادت و سلامت فکری و اعتقادی و تربیتی و اخلاقی خود باید بیشترین استفاده ها را بکنیم. در فرمایش دیگر امیر المؤمنین می فرماید: اشد الغصص فوت الفرس، شدیدترین غصه ها و رنج های درونی و روحی و روانی یک انسان زمانی رقم می خورد که فرصت ها را از دست بدهد. عمر را، جوانی را، شور را، نشاط را و استفاده از بسترهای معنوی و معرفتی فرهنگ دینی را. پس برادران، عزیزان، جوانان، خواهران، برادران، برای داشتن یک زندگی ایمانی و آرمانی ما باید از فرصتها و بسترها، از قرآن مجید، از فرمایشات ائمه معصومین و از شخصیتهای آگاه بخش جامعه بیشترین استفاده را بکنیم اگر میخواهیم در این دنیا با ایمان و آرمان توحیدی و دینی زندگی کنیم. مسئله دیگری که در بحث سعادت و سلامت انسان مطرح بحث عبرت هاست، صلوات عنایت فرمایید. در آیات متعدد قرآن روی بحث عبرت آموزی تأکید شده است. چرا؟ چون ما بخواهیم یا نخواهیم در زندگی انسان‌ها خطاها وجود دارد، اشتباهات وجود دارد، رنج‌ها و درد‌ها و ویرانی‌ها وجود دارد. قرآن می‌فرماید اگر می‌خواهید سرمایه زندگی و عمر هستیتان هدر نرود، به عبرت‌های زندگی توجه کنید. عبرت‌ها در حقیقت اون هشدارهای درون زندگی است که به انسان زنگ بیدار باش می‌دهد تا انسان غافل نشود، گول جمع اجتماعی را نخورد، گول غرور و تکبر جوانی را نخورد، گول حیاهوی فرهنگ های ویرانگر غربی را نخورد. قرآن می فرماید: و یقلب اللیل و النهار این فی ذلک لعبره، میگه شما در این دگرگونی روز و شب باید عبرت را ببینید. عبرت چیست؟ عبرت در شاموختن انسان از به اصطلاح تحولات زندگی خود انسان است. انسان وقتی اشتباه میکند، وقتی خطا میکند یا خطا و اشتباهات دیگران را میبیند، باید از او درس عبرت بگیرد و دیگه خطاها و اشتباهاتش را تکرار نکند. عبرت از دو وضعیت به وجود می آید. یک وقت مصیبت پیش بیاید، رنج پیش بیاید، زلزله ایجاد شود، طوفانی به وجود بیاید، جنگ های ویرانگری صورت بگیرد، این شرایط افکار به خواب رفته جامعه را بیدار می کند، انسان ها را به خود می آورد.
یکی از نکات دیگری که قرآن بحث عبرت را در آن مطرح می کند این است که همه چیز را دروس ببینید و به آن دروس بیندیشید و از دیدن دروس و اندیشیدن دروس درس های درست زندگی کردن را بیاموزید. در یک جا می فرماید لقد کان فی قصصهم عبرت لأولی الالباب، یعنی در سرگذشت انسان های گذشته درس عبرتی است برای شما. وقتی می بینید ظالمان و قدرتمندان فرعون ها و نمرود ها در دل زمان آمدن، ظلم ها کردن، طغیان کردن، ویرانگری کردن، دبدبه و کبکبه اش نماند. شما هم در این عالم ماندگار نیستید. یکی از جاهایی که می شود درس عبرت را گرفت مطالعه در گذشته همین کشور خود ما و شما هست. شما ببینید در این 40 و چند سال چقدر تحولات در این کشور رخ داد، چقدر اربابان قدرت آمدن و چه ظلم ها و رنج ها و ویرانی ها را بر این کشور تحمیل کردن و همه رفتن و از ایشان جز خاطرات تلخ و جز رنج اجتماعی که امروز مردم افغانستان گریبانگیر اون رجهاست چیزی نماند. و لذا یکی از مسائلی که برای داشتن یک زندگی درست بر اساس منطق قرآن به شدت ضروری هست توجه به درس ها و عبرت های زندگی است. قرآن می فرماید یقلب اللیل و النهار، این که شما می بینید شبی می آید و روز می آید هر کدومش فلسفه دارد. این فی ذلک لعبره، در این رفت و آمد شب و روز درس عبرتی است. یعنی حتی از توجه به شب و روز ما باید درسای توحیدی بگیریم و زندگی و برنامه های خود را بر مبنای خواسته الهی به اصطلاح برنامه ریزی کنیم. بعد می فرماید لعبرتن لأول الابصار، عبرتی است برای کسانی که اهل بصیرت و بینایی و آگاهی هستند. ما برای داشتن یک زندگی هدفدار و هدفمند نیازمند توجه عمیق هم به فرصت ها هستیم و نیازمند درس آموختن از عبرت های زندگی هستیم. امیدواریم که خدای متعال با آبروی محمد و آل محمد به همه ما و شما این توفیق را عنایت بکند که با استفاده از فرصت ها و عبرت های زندگی بتوانیم یک زندگی مؤمنانه و متعهدانه داشته باشیم. پروردگارا به همه ما صبر و بصیرت و عبرت آموزی عنایت بفرما. عرض سلام و ارادت ما را به محضر امام زمان تقدیم بفرما. با آبروی آن بزرگوار اعمال و عبادات ما را مورید قبول خیش قرار بده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الهنا و طبیب انفسنا ابی القاسم المصطفى محمد و علی
علی امیر المؤمنین آیت کل کبرا و نبی العظیم و علی صدیقت طاهره و علی الحسن و الحسین و علی علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف القائم المهدی بهم نتولا و من اعدائهم نتبرا اوصیکم عباد الله و نفسی به تقوی الله. بار دیگر خود و همه شما مؤمنان نمازگزار را به تقوا و پروای الهی فرا می خوانم، زیرا تقوا گوهری سعادت و سلامتی دنیا و آخرت انسان است. امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب می فرماید فإن تقوى الله مفتاح السداد، تقوای الهی کلید بازگشای هر مشکلی هست و ذخیره معاد، سرمایه و ذخیره سعادت ابدی انسان نیز تقواست. از خدای متعال می‌خواهیم به همه ما و شما توفیق آراسته شدن به تقوا و پروای الهی را به آبروی محمد و آل محمد هدایت فرماید. در خطبه دوم مناسبت‌های وجود دارد که یکی یکی با آنها انشاءالله می‌پردازیم. یکی از اون مناسبت ها که خبر خوشحال کننده هست و مردم ما در این روزها به لحاظ روانی و زلزله اینا یک مقدار شرایط روانی جامعه خوب نیست، اولین خبر رو باید برایتون تحلیل بکنیم. بحث مسئله افتتاح کانال قشتبه هست که همین پریروز با حضور مقامات دولت سرپرست افتتاح شد و در اونجا سخنرانی های صورت گرفت و وزرای کشور آمدن و سخنانی را اونجا به این مناسبت گفتن. این مسئله هم به لحاظ اجتماعی هم به لحاظ اقتصادی بسیار یک مسئله ارزشمند و یک طرح بنیادین در شمال کشور هست که سرمایه های بسیار سنگینی هم برای او مصرف شده و برگرداندن آب از دریای آمو به سمت دشت های تشنه افغانستان یک مسئله کاملا اساسی و یک طرح بنیادی است که در آینده آثار اقتصادی او بیشتر آشکار خواهد شد و ما امیدواریم که دولت سرپرست از این گونه طرح‌ها را بیشتر در دست اقدام بگیرد و کشور را از وابستگی به مسائل انرژی و پدیده‌های کشاورزی و این گونه مسائل هر چه زودتر به سمت خودکفایی هدایت بکند. البته توقع این بود که در این مراسم یکی از نخبگان و کارشناسانی اقتصادی و یا کشاورزی می آمد و در اون جمع صحبت می کرد و نسبت به آثار و تأثیر کانال قشتبه در تحولات کشاورزی و در تحول اقتصادی و در تحولات اجتماعی مسائل و مطالب علمی را هم ارائه می داد و قدر این برنامه رنگ و بوی ملی هم به خود می گرفت. ولی باز هم با تشکر میکنیم و قدردانی میکنیم از همه کسانی که در این کانال زحمت کشیدن و زحمت میکشن و سرمایه گذاری کردن و سرمایه گذاری میکنن. کشور ما به دلایل مختلف به اجرایی شدن این گونه طرح‌های بنیادین به شدت ضرورت دارد تا از وابستگی اقتصادی خارج شویم. مسئله دومی که برای همه ما و شما رنجاور بودن بحث فاجعه زلزله در هرات هست که اولا
در گذشت همه هموطنان عزیز ما را که در این زلزله جانشون را از دست دادن به ملت شریف افغانستان تسلیت عرض میکنیم. برای بازماندگان این حادثه صبر و اجر از خدای متعال استدعا میکنیم و برای مجروحین این حادثه شفای عاجل و صحت کامل خواهان هستیم. در مسئله زلزله هرات باز مسائلی و نکته های وجود دارد. اولین نکتهش نکته تاریخی هست که این زلزله نشان می‌دهد که در افغانستان به دلیل مسائل تاریخی و به دلیل خیانت سیستم‌های سیاسی گذشته مردم ما اونقدر در فقر و فلاکت به سر بردن و می‌برند که اون خانه ها سراسر گلی بود و با یک زلزله 6.3 ریشتر اون گونه ویرانی به وجود آمد که آمار کشته شدگان را از 2000 گرفته تا چند هزار اعلام می کند. وگرنه اگر زلزله در این مقیاس در یک کشور پیشرفته دیگری می بود آمار تلفات هرگز اینقدر نبود. داخل شهر هرات هم که الحمدلله تا جای ساختمان ها مستحکم هست آسیبی نرسیده و این نشان می‌دهد که در تاریخ افغانستان ظلم صورت گرفته و رسیدگی به حال ملت نبوده که این ملت فقیر و بیچاره مجبور است در خانه های گیری زندگی بکند و با اندک تکانی این همه فاجعه بباراید. نکته دیگر بحث حضور مردم افغانستان برای همکاری و برای یاری آسیب دیدگان زلزله هست که در سراسر کشور بحث کمپاین جمع‌آوری کمک‌ها شروع شده است و همه مردم بدون توجه به مسائل زبانی و نژادی و قومی و مذهبی حضور پیدا کرده اند تا درد این مردم را التیام ببخشند. در حقیقت یک نوع تجلی وحدت ملی را ما در هرات شاهد هستیم که انسانهای دلسوز و متعهد و دردمند و ملت دوست افغانستان تا جایی که در توانشان بودن به این مسئله کمک کردن. تاجران کشور وعده به اصطلاح ساختن شهرک دادن و وعده پولهای بسیار سنگین را اونجا دادن. همه اینها در واقع حکایت از این دارد که ملت افغانستان ملت شریف، نجیب و به اصطلاح غمخوار همدیگه هستند. حتی امام جمعه محترم و گرانقدر این شهر مزار شریف حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج سید حیدر هاشمی به عنوان نماینده حضرت آیت الله سیستانی مرجع آل قدر تقلید از اینجا بلند شدن و در هرات رفتن و در اون نقطه زلزله زده رفتن تا رنجها و دردهای مردم را اونجا از نزدیک ببینن و برایشان چاره‌جویی بکنن که این حرکت نماز جمعه محترم قابل تحسین هست و باقی مسئولین و مردمی و به اصطلاح شخصیت های کشور از این حرکت باید درس بگیرن و اونجا بیاین و در حد توانشون برای مردم زلزله زده هرات کمک بکند. نکته دیگر واکنش جهان هست نسبت به این مسئله که متاسفانه اون گونه که انتظار بود کشورها که باید کمک میکردن از کشورهای همسایه گرفته تا به اصطلاح کشورهای جهان اون گونه که باید ظاهر میشدن ظاهر نشدن و باید تیمهای پزشکی را میفرستادن که نفرستادن. تنها شاهد حضور تیم به اصطلاح پزشکی هلال احمر جمهوری اسلامی ایران ما در اونجا بودیم که باز از کشور دوستمان جمهوری اسلامی ایران تقدیر و تشکر میکنیم. و نکته دیگر این هست که دولت محترم باید به این مسئله توجه داشته باشد
که وقتی همسویی و هماهنگی با کشورهای دیگر در حد پایین باشد و دولت افغانستان از مشروعیت سیاسی و بین المللی برخوردار نباشد، خب طبیعتاً کشورهای دیگر هم در این گونه حوادث و رخدادها اون گونه که باید عمل بکند عمل نمی کند. امیدواریم که هر چه زودتر سیستم سیاسی کشور از این حالت خارج شود و مشروعیت بین المللی را کسب کند و در تعامل با دنیا بسترهای توسعه و پیشرفت کشور را هرچی بیشتر و بهتر فراهم بکند. مسئله دیگری که در منطقه رخ داده این روزها مسئله فلسطین و جنگ حماس با رژیم صهیونیستی هست. این از اون به اصطلاح دردهای کهنه جهان اسلام هست که حدود 60-70 سال هست منطقه به نام فلسطین درگیر رنجها و دردها و مصیبتها بوده و هست و معلوم هم نیست تا کی باشد. به هر حال بعد از این که 70 سال مردم فلسطین ظلم را و اشغالگری را و قساوت را و آدم کشی را از سوی رژیم اسرائیل دیدن و چشیدن، بعد از 70 سال حرکتی بسیار شجاعانه و متحورانه و برنامه ریزی شده را انجام دادن و برای اسرائیلی ها چالش ایجاد کردن و این سیگنال را هم برای اسرائیلی ها و هم برای اربابانشون دادن که تا ابد نمی شود ظلم را تحمل کرد، تا ابد نمی شود ستمگری و اشغالگری را تحمل کرد، تا ابد نمی شود زیر بار ظلم نشست و هیچ گونه واکنشی از خود نشان نداده. که باز در این مسئله هم متاسفانه شاهد هستیم جهان به جای این که قانونی حرکت کند بحث حقوق بشر و حقوق انسانی مردم فلسطین را در نظر بگیرد، بیشتر کشورهای غربی از اسرائیل حمایت کردن و حماس را محکوم کردن. کسی نیست به این مدعیان حقوق بشر بگوید که یک ملت را از خانهش بیرون کردید، 70 سال بخشی از مردم فلسطین در خاک اردن زندگی می کند و بخش دیگرش در خاک مصر به نام نوار غزه زندگی می کند. هیچ کس نبود که بر اسرائیل اعتراض بکند که چرا سرزمین یک مردم را تصاحب کردید و چرا یک ملت را آواره و در بدر کردید و چرا شب و روز بر سر این مردم بوم می ریزید و کودکانش را هم از بین می برید. حالا که حماس یک حرکتی از خود نشان داده و بعد 70 سال مقدار وارد خاک خودشون شده اند، همه دنیا واکنش نشان می دهد و حماس را محکوم می کند و به نحو اسرائیل را مظلوم جلوه می دهند، در حالی که اگر انصاف بر این عالم حاکم باشد و اگر بحث حقوق بشر یک دروغ بین المللی نباشد بلکه یک حقیقت بین المللی باشد، همه دنیا باید اسرائیل را محکوم بکند و جنایت های را امیدواریم که این حرکت حماس بتواند قدر اوضاع را در منطقه تعدیل بکند و اسرائیل را و اربابان پشت سرشان را وادار بکند که اگر قرار است در این منطقه جنگ برای همیشه ختم شود، چرا انتخابات برگزار نمی شود؟ چرا به ملت فلسطین اجازه نمی دهند که سرنوشتشان را طی یک انتخابات آزاد مشخص بکند؟ اینها همه نشان دهنده این هست که در این دنیا ظلم حاکم است، استبدادگری حاکم است و کسانی که مدعی حقوق بشر و رهبری جهان هستند به جای این که از انسان مظلوم دفاع بکند در کنار ظالم میستد چون منافعش این را ایجاب میکند. امیدواریم که انشاءالله این مسئله هم ختم به خیر شود و در منطقه ما شاهدی این باشیم که دیگه از ظلم و قساوت و کودک کشی اسرائیل در فلسطین خبری نباشد. مرد فلسطین! مرد فلسطین! مرد فلسطین!
مسئله دیگر مسئله صلح آقای امام حسن مجتبی علیه السلام هست که نکته های در این صلح وجود دارد. اولین نکته اینه که برادران عزیز، وقتی مردم در کنار امام برحق نیستادن برای ایجاد تحول سیاسی و اجتماعی و حاکمیت الهی، امام برحق هم در مسیر مبارزاتش مجبور می شود شرایط طرف مقابل را بپذیرد. متاسفانه یاران آقای امام مجتبی اونگونه که باید در کنارش می ایستادن و او را وارد خط مبارزه می کردن و او را در مبارزه حق علیه باطل یاری می کردن یاری نکردن، و لذا امام مجتبی علیه السلام مجبور شد صلح با معاویه ابن ابی سفیان را بپذیرد. منتها امام حسن علیه السلام این صلح را بسیار عالمانه و مدبرانه و خردورزانه در متن صلحنامه مدیریت کرد. بندهایی را که در این صلحنامه گنجان در اگر معاویه بهش عمل می کرد، در حقیقت ایجاد حاکمیت اسلامی مبتنی بر قانون و شریعت بود که گفت و بعد از خود کسی را حق نداری معرفی بکنی، و بعد از او و بعد از تو امام حسن باید رهبر جامعه اسلامی باشد و مدار حاکمیت باید دین و قرآن باشد و در کنارش در جامعه باید مدارا وجود داشته باشد. همه این بندنامه های صلح را وقت بخوانیم، حکایت از مدیریت دقیق امام مجتبی بر این پیمان صلح دارد. نکته های ارزشمند سیاسی و اجتماعی دیگری هم در این به اصطلاح صلحنامه امام مجتبی وجود دارد که الان فرصت بررسی آن نیست و ما از باب تیمن و تبرک حسن ختام این خطبه را یک حدیث اخلاقی از آقای امام مجتبی قرار می دهیم. امام حسن علیه السلام می فرماید هلاک المرء فی ثلاثی، میگه انسان را سه چیز هلاک می کند. خوب دقت فرمایید: الکبر والحرص والحسد. اگر انسان بخواهد هلاک نشود، از کبر و حرص و حسد دوری کند. انسان وقتی تکبر شد، وقتی حریص شد، وقتی نسبت به دیگران حسود شد، خود را در مرتبه هلاکت و شقاوت و بدبختی قرار می دهد. می فرماید الکبر و هلاک الدین، انسان وقتی مغرور شد و حالت تکبر بهش دست داد، دینش را هلاک می کند، دینش را از دست می دهد. و بهی لعن ابلیس، میگه به سبب کبر ابلیس ملعون واقع شد. و بعد می فرماید والحرس و عدو و نفس، حرس دشمن خود انسان است. چون آدمی حریص به کسی دیگر ضربه نمی زند، به خودش ضربه می زند، به لحاظ روحی، به لحاظ روانی، به لحاظ اخلاقی و به لحاظ رفتارهای اجتماعی. و بهی خرج آدم من الجنه، میگه به سبب این حرص بود که آدم از بهشت خارج شد. بعد می فرماید والحسد به اصطلاح دواء داء السوء، مگه حسد درد خیلی بدی هست که انسان وقتی به حسد گرفتار شد، به دردهای بدی روحی و روانی و شخصیتی گرفتار می شود. و منه قتل حابل و قابل و حابل، میگه به خاطر حسد بوده که قابل حابل را از بین برد. انشاءالله خدای متعال به همه ما و شما این توفیق را عنایت بفرماید که از مرضی به نام حرص و کبر و حسد دوری کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.